امپریالیسم در جوامعی مثل ایران برای اینکه جلودار انقلابات توده‌ای بشه ناگزیره که به رفرم‌هایی دست بزنه. آقای رئیس دادگاه، کدام شرافتمند است که در گوشه و کنار تهران مثل نظام آباد، مثل پل امامزاده معصوم، مثل میدان شوش، مثل دروازه غار برود با کسانی که یک دستمال زیر سر دارند صحبت کند و بپرسد شما از کجا آمده اید، چه میکنید؟ میگویند ما فرار کرده ایم. میگویند ما فرار کرده ایم. از چه؟ از قرضی که داشته ایم، نمیتوانستیم بپردازیم. اصلاحات ارضی درست است که قشر خورد مالک را به وجود آورده، ولی در سیر حرکت طبقات این ماندنی نیست. خورد مالکی که با ماموران دولتی میسازد نزدیکتر است، ثروتمندتر است، آرام آرام خورد مالک های دیگر را میخورد. در نتیجه ما نمیتوانیم بگوییم که فئودالیسم در ایران از بین رفته. درست شیوه تولیدی دگرگون شده مقداری، ولی از بین نرفته. مگر همون فئودال ها نیستن که الان دارن به ما حکومت میکنن؟ همون فئودال های سابق هستن، حالا برای امپریالیسم دلالی میکنن، بورژوا کمپرادور. شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی که بیشتر به خاطر میلیتاریزه کردن ایران به کار گرفته شده، شما خواهش میکنم خودتون دفاع بکنید. تا کت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم قربان. شما به عنوان آخرین دفاع بله. از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نپرسید. به عنوان آخرین دفاع اختار شد که مطالبی در اون که به نفع خودتون میدونید در مورد اتهام بفرمایید. من به نفع خودم هیچی ندارم بگم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشینم و میشه. شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع دفاع میشه. من صحبت بفرمایید.